با گذشت چند روز از خبر بازداشت یک نفر به اتهام طرح ترور و جاسوسی از امام جمعه اهل سنت زاهدان، واکنش ها به این موضوع همچنان ادامه داره. آخرین واکنش دادگستری سیستان و بلوچستان و تهدید به برخورد با مولوی عبدالحمید. همکارم افشار سیگارچی از اتاق خبر صدای آمریکا با ماست با جزئیات بیشتر. بله، با آخرین واکنش در این باره که در مقدمه به اون اشاره کردید آغاز کنم. علی مصطفوی نیا، رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان، روز چهارشنبه 31 خرداد در واکنش به انتشار خبر بازداشت یک فرد مشکوک وابسته به نهادهای امنیتی در مسجد مکی گفته اونها باید اثبات کنند که این شخص قصد چنین کاری رو داشته، وگرنه باید در برابر قانون پاسخگو باشن. حالوش روز دوشنبه از خونسا شدن توطئه ترور مولوی عبدالحمید خبر داده بود و گزارش داد که انتظامات مسجد مکی زاهدان فردی رو که در پوشش طلبه علوم دینی از طرف یک نهاد امنیتی ماموریت داشته مولوی عبدالحمید رو با سم ترور کنه بازداشت کنه. کمی بعد دفتر مولوی عبدالحمید بیانیه‌ای صادر کرد و از بازداشت یک فرد در مسجد مکی و ارتباط او به برخی نهادهای امنیتی خبر داده اون رو تایید کرد. البته اشاره‌ای به موضوع سوء قصد و موضوع مسمومیت مولوی عبدالحمید نکرد، اما گفتند که اظهارات و اعترافات زد و نقیزی داشته که در دست بررسی هستش. بعد از این بیانیه هم حالوش گزارش دیگری منتشر کرد و اشاره کرد که برخی از کارکنان و مسئولان مسجد مکی از سوی نهادهای امنیتی تحت فشار قرار گرفتن تا موضوع توطئه ترور عبدالحمید رو پنهان یا تکذیب کنند. برگردیم به اظهارات رئیس دادگستری سیستان و بلوچستان که واکنش ایشون بیشتر به خبرهایی بوده که از طریق سایر منابع خبری مطرح شده، نه بیانیه دفتر عبدالحمید. دادگستری سیستان و بلوچستان البته نه تنها بازداشت این فرد رو غیرقانونی خونده که اتهام درباره واریز هفتگی 15 میلیون تومان به حساب فرد دستگیر شده رو رد کرده و گفته با توجه به بازداشت غیرقانونی او توسط نیروهای مسجد مکی، این فرد اگر بخواد میتونه شکایت هم بکنه. پیش از این هم خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران نوشته بود افراد وابسته به مولوی عبدالحمید روز 27 خرداد به بهانه سرقت به یک طلبه اهل سنت مظنون شدند و او را به صورت غیرقانونی حبس کردند. به هر سو بالاترین مقام قضایی سیستان و بلوچستان تاکیدش بر اینه که مسجد مکی باید ثابت کنه که این شخص قصد داشته طلاب و مولوی عبدالحمید رو مسموم کنه و اگر نتونه این رو اثبات کنه باید در برابر قانون پاسخگو باشن و با اونها برخورد میشه. دو موضوع در این مسئله مشخص میاد به نظر. یک، شخصی در مسجد مکی به ظن انجام اقداماتی علیه عبدالحمید بازداشت شده که در بیانیه دفتر مولوی عبدالحمید اون این مسئله تایید شده، یا بحث جاسوسی و مخبری تو این قضیه، یا گمانه‌زنی توطئه برای ترور عبدالحمید. نکته دیگه بحث حمایت نهادهای امنیتی از این فرده، از زمینه سازی که خبرگزاری فارس داشته تا ورود رئیس دادگستری که ضمن غیرقانونی خواندن بازداشت او حالا فرصت شکایت رو هم براش مهیا کرده. این به هر حال این سناریویی که همکنون در جریانه یادآور یک موضوع دیگر هم هست. همین چند ماه پیش بود در یکی از فایل‌های هک شده بولتن محرمانه خبرگزاری فارس اومده بود که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی دستور داده بود که مولوی عبدالحمید نباید بازداشت بشه بلکه باید بیا برو بشه.